أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله العلي العظيم. بینندگان نهایت گرامی، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای دارد ابتدا برای همه ماه با برکت و ماه رمضان را تبریک بگم، ماه مهمانی خدا را تبریک بگم. رمضان ماه مکلفیت هاست، ماه فرصت هاست، ماه بیدار شدن ما انسان هاست، ماه آمادگی ما برای حاضر شدن در نزد پروردگار هست. این ماه یکی از ماه هایی است که خداوند اجر و پاداش و مزد ما را در این ماه خود خدا و ذات الله می دهد. دیگر ماه ها و دیگر فرصت ها را ملائکه و کرام الکاتبین می نویسند و بر اساس پاداش مقدر و پاداش از پیش تعیین شده که هست آنها می نویسند، ولی این ماه و ارزش روزی این ماه و فرصت های این ماه را پاداشش را خود خداوند جل جلاله می نویسد. پس یکی از ماه‌های با ارزش است که باید از این ماه و از ارزش این ماه و از فرصت‌های این ماه استفاده بکنیم. خداوند جل جلاله می‌فرماید: الصوم لی و انا اجزئ به، روزه از برای من است، روزه را بنده من برای من میگیرد، خالص از برای من گشنگی را تحمل میکند، تشنگی را تحمل میکند، از گناهان دیگر دوری میجوید فقط به خاطر من. وقتی او به خاطر من از همه این اعمال و از خوردن و نوشیدن و هوا و هوس دوری میجوید، من پاداش این روزدار را خودم میدهم. امام محمد غزالی در مورد روزه میفرماید که صبر جزء از ایمان هست یا یک نیمه از ایمان هست، یعنی وقتی فرد صبر می کند یعنی یک بخشی از ایمانش تکمیل شده است و روزه یک جزئی از صبر هست. به این ترتیب پس صبر، پس روزه جزئی از ایمان هست و جزئی از پنج بنای اسلامی هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد روزه می فرمایند: الصوم جنتون، روزه سپری است از برای مؤمن، روزه سپری است از برای روزدار. وقتی کسی روزه میگیرد و وقتی کسی ماه مبارک رمضان را روزه میگیرد، این روزه سپری میشود برای محافظت از او از گناهان متعدد، از اعمال ناشایست متعدد. این روزه برای این فرد مسلمان سفری می شود و باعث می شود تا از خیلی از گناهان و خیلی از بدی ها و زشتی ها محافظت بشود. می دانید روزه چگونه سفری است؟ اولا اینکه فرد روزدار کوشش می کند خودش ره محافظت بکند از نزدیک شدن به کارهای ممنوعه، حتی نزدیک شدن به کارهای مکروه، نزدیک شدن به خوردن و نوشیدن حلال محافظت میکند، از خوردن و نوشیدن حرام که بماند. وقتی انسان در ماه مبارک رمضان گشنگی را تحمل می کند و تشنگی را تحمل می کند، شهوت خود را سرکوب می کند. اولین عاملی و عامل مهمی که انسان را به گناه سوق می دهد و انسان را وادار می کند در مسیر گناه قدم بگذارد و اعمال ممنوعه و آنچه را خداوند گناه برشمرده و ما را از آنها منع کرده و گفته با آنها نزدیک نشوین، عامل اصلی و عامل اساسی آن شهوت هست. وقتی ما گرسنگی را تحمل می کنیم، وقتی گشنگی را تحمل می کنیم، وقتی خود ما نفس خود را سرکوب می کنیم، یعنی شهوت را سرکوب کردیم. وقتی شهوت را سرکوب بکنیم، از خیلی از گناهان دوری می جوییم و این دوری جستن باعث می شود که روزه سپری باشد بین ما و بین گناهان ما. اما خداوند ما را توفیق بدهد تا اینکه روزه ما تنها تحمل گشنگی و تشنگی نباشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: خیلی از روزدارانی هستند که اجرشان و پاداششان و دستاوردشان از این روزه جز تحمل گشنگی و تشنگی نیست، جز تحمل گرسنگی و تشنگی نیست. یعنی فقط گرسنگی و تشنگی را تحمل کرده، دیگر اجری پاداشی مزدی برایش نداشته و از این فرصت‌های رمضانی استفاده نکرده.
چه خوب است ما بیاییم در این ماه با برکت و در این ماه مملو از فرصتها، از فرصتهای رمضانی استفاده بکنیم و از این فرصتها کتاب اعمال ما و روزنامه اعمال ما را پر از اعمال نیکو بکنیم و از این فرصتها ره چندین ساله و چند صد ساله را بپیماییم. این ماه ماه فرصت هاست. تنها ماه تحمل گشنگی و گرسنگی نیست، تنها ماه آگاه شدن از دل فقیر نیست، تنها ماه این نیست که خود را به جایگاه یک فقیر قرار بدهیم و تحمل گرسنگی بکنیم، نه خیر، بلکه در پهلوی این که ما میتوانیم از درد دل یک فقیر آگاه بشویم، از درد دل یک شخصی که نانی برای خوردن ندارد و گرسنه است آگاه بشویم، در این ماه ما میتوانیم تقرب به سوی الله بجوییم، به رای الله و به الله متعال نزدیک بشویم. پس ماه ماه تقرب به الله متعال هست، چون ماه مهمانی الله هست. وقتی ما مهمان الله هستیم میتوانیم در این مهمانی خود را به الله نزدیک بکنیم و از جمله کسانی باشیم که محبوب الله باشیم. عزیزان، روزه از خود درجات خاصی دارد. امام محمد غزالی روزدارا را به 3 دسته تقسیم می کند. روزدار عام هست و روزدار خاص و روزدار اخص هست. یک روزداری هست که فقط تحمل گرسنگی و تشنگی را می کند، به کوشش می کند از خوردن و نوشیدن روزه می گیرد. یکی هست در پهلوی این که از خوردن و نوشیدن روزه می گیرد، از خیلی از گناهان روزه می گیرد. ولی یک روزداری هست در پهلوی این که روزه می گیرد و کارهایی که منع شده و به معنای واقعی روزه دارد، در مقابل کوشش میکند تقرب به نزد الله متعال حاصل بکند و کارها و اعمال را انجام بدهد که به الله متعال نزدیک بشود. عزیزان، ماه رمضان ماه فضائل هست، چنان که تکرار کردیم ماه فرصت هاست. ما تصمیم داریم در این سلسله این فرصت های رمضانی را به معرفی بگیریم، این فرصت ها را به معرفی بگیریم که از این فرصت ها چگونه استفاده بکنیم و چگونه استفاده ما مثمر باشد، هم در دنیای ما و هم در آخرت ما. در دنیا و زمانی مثمر می شود که ما یک عمل نیکوی را انجام بدهیم، خود ما راضی باشیم و عذاب وجدان از انجام آن نداشته باشیم. گاهی اوقات ما یک عمل نیکویی را انجام میدهیم ولی خود ما واقعا عذاب وجدان داریم. چرا با این خرابی؟ چرا با این گندگی؟ چرا با این بی‌حوصلگی؟ چرا با عدم اخلاص؟ ولی اگر این عمل را با اخلاص، با حوصله‌مندی و با نیت خالص از برای الله متعال انجام بدهیم، آن زمان هست که ما آرامشی که در همین دنیا داریم و راحتی یا وجدانی که در همین دنیا داریم نیز بهره‌مند می‌شویم و در آخرت هم ثوابی ده که خود خداوند جل جلاله و جزا و پاداشی ده که خود خداوند جل جلاله می‌دهد، آن هم خود در روز قیامت بهشت است و رضایت الله متعال هست. خداوند ما را از فضائل این رمضان بهرمند بسازد و ما را توفیق بدهد تا از فرصتهای رمضانی استفاده بکنیم. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. تا برنامه بعدی، الله یار و نگهدارتان.